حال همتون خیلی 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 خوب باشه. سعادتی بود که باز در خدمت شما باشیم. میگه سحر از زمزمه عشق تو بیدار شدم، سحر از زمزمه عشق تو بیدار شدم، تو چه کردی که به دام تو گرفتار شدم، در میان همه گل گشتم و عاشق نشدم، تو چه کردی که تو را دیدم و دیوانه شدم. من ایشونو در تلویزیون ملی ایران دیدم و حالا با ایشون صحبت میکنم و با هم کار میکنیم، کار موزیک میکنیم، دیدم که واقعا هیچ اشتباهی نکردم. یکی از انسانترین انسانهای انسانترین خواننده هایی هستش که من واقعا میتونم تبریک بگم به این 70 میلیون ایرانی که یه همچین شخصیتی در وجود ما هست، در کنار ما هست. امیدواریم که سالهای سال ما اول خداوند بعد این بزرگترها در خدمتشون باشیم. خانوم ها و آقایون، لیدیز اند جنتلمن، دوست بسیار بسیار عزیز من جناب هوشمند عقیلی. خیلی ممنون. با سلام خدمت بینندگانی که از این تلویزیون ما رو، از این دوربین ما رو نگاه میکنم. به هر حال خسته نباشین، هم خودت، هم شهروز عزیز، هم همه کرو، دوستان عزیز که نمیخوام حالا دونه دونه اسم ببرم. بله، هر کاری واقعا سخت، مخصوصا No business is like show business. برای برنامه تلویزیونی برای هر 5 دقیقه باید 50 ساعت وقت تلف کرد. میبینم که خواهش میکنم، میبینم که واقعا زحمت کشیدین، این دکور بسیار زیبا، خانم های بسیار بسیار زیباتر و همچنین موزیک بسیار خوب. حالا من یک اجازه بدین که من یک مدد بگیرم از حافظ و اون شعر رو بخونم که گفت کامم به کام است الحمدلله. با عزتون انشالله که کام شما هم همیشه به کام باشه، خودت و خانوادت، و همیشه برنامه خوب برای بینندگان بسیار عزیز اجرا بکنیم. بله، من هم بعد از الان 47 سال که روی صحنه، از دوره دبیرستان، البته من 6 ماهگی میخوندم از بله دبیرستان تا به حال حدود 47 سال که در خدمت دوستان عزیز هستم و افتخار میکنم و میبالم از اینکه یک گوشه کوچکی رو از موسیقی سنتی یا کلاسیک ایرانی خودمون رو بنده اجرا میکنم و معرفی میکنم. به هر حال جناب عقیلی، اولین باری بس این میکروفون رو شیر کنیم. اولین باری که شما در خواننده میکروفون گرفتیم و این زودیا ول نمیکنیم. حالا اولین باری که شما در تلویزیون برنامه اجرا کردین چه سالی بود؟ که من اون سالو فکر میکنم 36-37 سال پیش بود. نه 30 سالی که ما اینجا هستیم. نه 8-9 سال پیش. بله تلویزیون ملی ایران. بله، البته من قبلش در رادیو ایران بودم، از طرف اصفهان می اومدیم، برنامه روز جمعه مثلا بود به اجرا می کردیم. حالا بعدش که من اومدم تهران، قبلش اول بلاد گوینده تلویزیون ثابت بود، اون موقع تلویزیون ایران. بله. و بعدش تلویزیون ملی ایران وقتی سال 1349 افتتاح شد، بنده جزء یکی از خوانندگان اون تلویزیون بودم و بعدش هم که دیگه کوچ کردیم. جناب عقیلی اجازه میدیم که با هم، من دوستان رو بعدن معرفی میکنم ارکستر کاملا، ولی نمیخوایم وقت شما رو زیاد بگیریم. یکی از زیباترین آهنگایی که جناب عقیلی خوندن، میتونین فقط بگین شعر و آهنگش رو کی ساخت؟ شعرش از دوست بسیار عزیزم حافظ است. به به به، دوست همه ما. آهنگش هم از هوشمند عقیلی. به به به، تنظیمش از کیه؟ فکر آقای ادهمی. به به، جای جناب لقمان عتمی هم خیلی خیلی خالیه، یکی از ویولونیستای خیلی خیلی خوب، آهنگساز خیلی خوب به ما هست. پس این شما و این هم جناب هوشمند عقیلی. خیلی خیلی ممنونم عزیزم، مرسی. از آدیانس هم متشکرم، مرسی. عیشم مدام است از لعل دلخواه، کارم به کام است الحمدلله، ما
ما را برندی افسانه کردن پیران جاهل شیخان گمراه عیشم مدام است از لعل دلخواه کارم به کام است الحمدلله ای بخت سرکش تنگش به برکش گه جام زرکش گه لعل دلخواه کافر مبینا این غم که دید است از قامتت سر از عارضت ما جانا چه گویم شرح فراقت چشمی و صد نم جانی و صد آه ما را برندی افسانه کردن پیران جاهل شیخان گمراه عیشم مدام است از لعل دلخواه کارم به کام است الحمدلله ای بخت سرکش تنگش به برکش گه جام زرکش گه لعل دلخواه عیشم مدام است از لعل دلخواه کارم به کام است الحمدلله جناب عقیلی چقدر زیبا چقدر زیبا چقدر زیبا حافظ دیگه بله دوست همه ایرونی ها حافظ خب بینندگان از